علی ابن مهذیار اهوازی بعد از این همه سال که مشرف می شد مکه، به قصد دیدن حضرت یک مرتبش واجب بود، بقیهش دیگه واجب نبود. مقصود من از کعبه و بتخانه توی، تو مقصود توی، کعبه و بتخانه. دور خانه خدا داره میگرده، کسی دست و شونش زد. به سر مهذیار دنبال کی میگردی؟ اینطور گفت: دنبال امامی میگردم که المحجوب عن العالم، در پرده قرار داره. اون پیک جواب داد: پسر مهذیار غلط گفتی، اشتباه گفتی. و ما هو المحجوب، او محجوب نیست، ولکن حجبه سوء اعمالکم، گناه شما باعث شده او در پرده قرار بگیره. پاک کن دیده و وانگه سوی آن پاک نگر، چشم ناپاک کجا دیدن آن پاک کجا. اگر این چشم به هر جایی دوخته بشه، این نمیتونه ظرف قرار بگیره برای مهدی فاطمه. اگر این گوش به هر چیزی ظرف قرار بگیره و هر چیزی وارد این گوش بشه، این دیگه نمیتونه بشنوه اونی رو که اون شنید و گفت: چه خوش از صوت قرآن ز تو دل رو با شنیدن به رخت نظاره کردن. مطلب بعد، رفت محضر حضرت، عرضم اینجاست، رفت محضر حضرت. وقتی مشرف محضر حضرت شد، حالا اونجا میگه که حضرت دارای چه ویژگی هایی بودن از جهت جمال ظاهر و صورت و اینها بماند. یا به حضرت عرض کرده باشد که آقا چرا ما برای دیدن شما اینقدر تو زحمت میفتیم، اینقدر تو زحمت. یا از اون طرف حضرت فرمود: پسر مهذیار چرا دیر آمدی؟ آقا من دیر آمدم؟ این همه سال به عشق دیدن شما آمدم، من دیر آمدم؟ پسر مهذیار آمدی اما موانع رو کنار نذاری. من شبانه روز چشم انتظار تو بودم، شبانه روز منتظر تو بودم. کجا بودی؟